آقای شهرام تابع محمدی، خیلی سپاسگزارم از اینکه فرصت رو گذاشتید برای اینکه با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم. قصد پرژن میرور به عنوان رسانه‌ای که در جامعه ایرانی کانادایی هست این هست که با این گفتگوها مقداری بحث راجع به ویژگی‌های جامعه ایرانی کانادایی رو خارج از حاشیه‌ها و بحث‌های مختلفی که در فضای مجازی وجود داره عمیق‌تر یه مقدار بررسی بکنیم، راجبش صحبت بکنیم و نظرهای مختلف رو بشنویم. همونجور که میدونید حضور ایرانیان در کانادا، ایرانیان مهاجر چه خواسته چه ناخواسته، به تاریخش به بیش از قبل از انقلاب 57 میذاره، اما نزدیک به 4 دهه هستش که حضور گسترده ایرانی‌ها در کانادا پیش اومده و همینجور سال به سال ما شاهد هستیم که این تعداد ایرانی هایی که به کانادا مهاجرت میکنن خیلی گسترده تر داره میشه، رشد داره پیدا میکنه. همچنین ما شاهد هستیم که ایرانی های شهروند یا مهاجر به کانادا در زمینه زندگی شخصی خودشون موفقیت های بسیار درخشانی دارن، به دست آوردن که این جای خوشبختیه، اما شاید در زمینه اجتماعی، شاید در زمینه تأثیری که جامعه مهاجران ایرانی به کانادا مانند قومیت‌های دیگری که در کانادا حضور دارند، تأثیر و نفوذشون در جامعه گسترده کانادا آنچنان تناسبی با موفقیت‌های شخصشون نداشته باشه. سوال محوری من برای این گفتگو این هستش که به نظر شما جامعه ایرانی کانادایی در حال حاضر در کجا ایستاده؟ خیلی ممنون از این فرصت که به من دادین. جامعه ایرانی رو از دو دیدگاه میشه نگاه کرد، یکی از دیدگاه تاریخی که شما خودتون مطرح کردین که الان چند دهه هست که ایرانی ها توی کانادا، تو کلن غرب حضور گستردهی پیدا کردن، مهاجرت گستردهی انجام شده این وسط، و یکی هم به لحاظ جغرافیایی. از دید تاریخی خب ایرانی ها به نسبت یه سری ملیت های دیگه مثل هندی ها، مثل چینی ها که چندین ده دهه هست که سابقه مهاجرت دارن، حتی بیشتر از قرن، یک قرن هست که سابقه مهاجرت دارن، خب یه جامعه جوان به حساب میاد و با این حال همون موفقیت هایی که شما اسم بردین برای جامعه ایرانی امتیاز بسیار مثبت به حساب میاد. تعداد افراد تحصیل کرده جامعه ایرانی، افرادی که توی مسائل مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی جوامع میزبان تونستن خودشون رو مطرح بکنن و قاطی بشن خیلی زیاد بوده. و از دید دیگه هم مسئله جغرافی مطرح است، یعنی اینکه جامعه ایرانی کانادا نباید فراموش بکنیم که اگر نخوام بگم که تنها جامعه ایرانی شکل گرفته در خارج کشور هست، دست کم یکی از معدود جوامع ایرانی شکل گرفته در خارج کشور است. یعنی اینکه توی اغلب کشورها به خصوص توی اروپا ما شاهد حضور جمع بسیار بزرگی از ایرانیان هستیم، اما هنوز جامعه به شکل جامعه این ایرانی ها دور هم نتونستن جمع بشن و تأثیر بذارن روی جامعه میزبان. کانادا یکی از معدود کشورهایی هست که این مسئله انجام شده، یعنی الان شما اگر ببینید که نگاه بکنید به تعداد افرادی که توی پارلمان ها، پارلمان فدرال یا پارلمان استانی حضور پیدا کردن، ما یه وزیر داشتیم در حد استانی، ما جشنواره تیرگان رو داریم که یکی از بزرگترین، نه یکی از، دقیقاً بزرگترین جشنواره هنری و فرهنگی ایرانیان نه تنها توی خارج کشور هست، بلکه حتی در مقایسه با جشنواره مثل جشن هنر شیراز پیش از انقلاب هم بازم بسیار گسترده تره، بسیار بیننده بیشتری داره و جذابیت هاش خیلی بیشتر از
دیگرون هست. همینطور مثلا الان نگاه میکنیم به انجمن خانواده های جان باختگان شلیک سپاه پاسداران به اون هواپیمای مسافربری اوکراینی که چجور شکل گرفتن، چجوری تونستن تا الان تاثیرگذار باشن و مهمترین دستاوردی که اینا به دست آوردن این بود که نذاشتن هنوز این قضیه شلیک به هواپیما، این فاجعه‌ای که سپاه پاسداران تو ایران به وجود آورد، پشت سیاست‌های بین‌المللی فراموش بشه و از بین بره. این دستاورد کوچیکی نیست، دستاورد بسیار بزرگی است. همینطور فراموش نکنیم که مثلا خود همین انجمن خانواده ها موفق شد که بخش تعداد بسیار بزرگی از ایرانیان رو دور خودش جمع بکنه. اون تظاهراتی که توی تابستون سال گذشته برگزار شد، شما خودتون حتما به خاطر میانید که چندین هزار نفر ایرانی توی اون تظاهرات شرکت کردن، کسانی که اکثریت مطلقشون آدمایی نبودن که به گروه ها و سازمان ها یا افکار سیاسی وابسته باشن، اونجا بودن فقط به خاطر اینکه حمایت بکنن از یه حرکتی که یک رهبری بسیار زیبا، رهبری بسیار متشکلی داره و تونسته موفق بشه. در نتیجه من فکر میکنم که در مجموع جامعه ایرانی کانادا در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته که این موقعیت از یه طرف یه امتیاز براش به حساب میاد و از یه طرف دیگه مسئولیت. این بخش دومش رو من دوست دارم خیلی تاکید بکنم روش، که جامعه ایرانی کانادا مسئول هست الان برای اینکه یک الگو به حساب میاد برای جوامع ایرانی دیگه در کشورهای دیگه، تو آمریکا، توی اروپا، استرالیا، کشورهای دیگه که ایرانیان جمعیت خوبی دارن، که بتونن همراهی بکنن با جامعه ایرانی کانادا، جوامع خودشون رو شکل بدن و تاثیرگذار باشن روی جوامع میزبان خودشون تو اون کشورها. بله، این تصویری که شما الان دادید خب خیلی مثبت، خیلی خوبه، خیلی تشویق کننده است، امیدوار کننده است. اما سوالی که اینجا پیش میاد، خب این جامعه با این ویژگی هایی که شما گفتید چه چالش ها و چه مشکلاتی در مقابل خودش داره؟ مسلماً خیلی چالش‌هاش خیلی زیاد هست. یکی از مهمترین مسائلی که توی سالهای اخیر شاهدش بودیم توی کانادا، هجوم بی سابقه افراد وابسته به جمهوری اسلامی به این کشور هست. یعنی اینکه به دلیل سیاست‌های خیلی ساده انگارانه و سهل انگارانه ای که دولت‌های کانادا در مورد مهاجرت در پیش گرفتن، بسیاری از افراد وابسته به جمهوری اسلامی، کسانی که پول‌های کلان از طریق دزدی‌های فراوان، از طریق وابستگی به حکومت و به دایره قدرت توی جمهوری اسلامی تونستن به دست بیارن، اینا موفق شدن بیان به کانادا و دولت کانادا هم هیچ به اصطلاح مانعی سر راه اینها قرار نداده و خیلی چشم پوشی داره میکنه نسبت به این مهاجرت زشتی که اون بخش از جامعه جمهوری اسلامی داره به اینجا صورت میگیره. آخرینش خودمون شاهد بودیم که این مرتضی طلایی بود که رئیس پلیس تهران و مسئول کشتار بسیاری از هموطنانمون بود. این یکی از مهمترین چالش هایی است که توی کانادا ما باش درگیر هستیم. مشکلی هست که توی کشورهای دیگه یا اصلا وجود نداره و یا اینکه خیلی کم رنگتر از کانادا حضور داره. توی اینجا ما با دو تا گروه اصلی درگیر هستیم که مانع اصلی پیشرفت جامعه مدنی ایرانی در کانادا میشن. یکیش همسویان جمهوری اسلامی. قبل از اینکه به این دو گروه بخوایم بگین، در مورد همین گروه اولی که شما اشاره کردید که وابستگان و هواداران جمهوری اسلامی هستند که اومدن به عنوان یک چالش بزرگ جامعه ایرانی کانادایی اشاره کردید، خب ما الان
واقعا شاهد هستیم همونجور که خود شما هم گفتید که اصلا کانادا در واقع در عمل و حتی در مثال شما حتی به سریال هایی که در ایران ساخته میشه و فیلم هایی که ساخته میشه اگر دقت بکنید کانادا به عنوان بهشت ایرانیان و اون کعبه آمال ایرانی هایی که میخوان از ایران به یه شکلی مهاجر، نه فقط برای مهاجران عادی که گروه بزرگی هستن، برای اون کسایی که در جامعه ایران به عنوان اختلاسگر، به عنوان آدم هایی که به هر حال وضعیت مملکت رو به اون شکل رسوندن، کانادا واقعا یک بهشته براشون. خب اینها هم ظاهر قضیه این هستش که اینا قانونی میان اینجا و تا وقتی هم که قوانین کانادا رو زیر پا نگذارن خب زندگی میکنن. اما اشاره شما آیا به این هستش که این افراد وقتی که میان اینجا نمیرن در یک گوشه‌ای و زندگی خودشونو بکنن، اینها دارن نقش فعالی در زندگی اجتماعی جامعه ایرانی کانادایی دارن ایفا میکنن، آیا این صحبتی که من میکنم به نظر شما درسته؟ بله 100%. یعنی چیزی که باید دقت بکنیم و من دوست دارم خیلی روش تاکید بکنم اینه که این افرادی که الان ازشون صحبت میکنیم بخش بسیار کوچکی از مجموع مهاجرینی هستن که به کانادا میان. یعنی در حال حاضر تعداد بسیار زیادی دانشجویان ایرانی دارن به کانادا میان، افرادی که آدمای خیلی درست و مغزهای متفکر جامعه ایرانی هستن که حالا برای ادامه تحصیل یا حتی برای فرار از شرایط سخت سیاسی و اجتماعی که بر جامعه ایران از طرف جمهوری اسلامی حاکم هست ایران رو ترک میکنن و میان خارج کشور. اینا بسیار آدم های درستی هستن، بسیار آدم های قابل اعتمادی هستن و کسانی هستن که به خصوص من میخوام در مورد دانشجوها بگم، به خاطری که من خودم باهاشون در تماس هستم مستقیم و دائم میبینم چه تیپ آدمایی میان به کانادا. به بخش بزرگی از دانشجویان ایرانی که به کانادا مهاجرت میکنن یا برای تحصیل میان کسانی هستن که هیچ وابستگی به جمهوری اسلامی ندارن، هیچ وابستگی به دایره قدرت ندارن، بلکه پدر و مادرهاشون خیلی من دیدم از نزدیک که از نون شبشون میزنن، از شام شبشون میزنن برای اینکه ماهانه بتونن چند صد دلار پول کنار بذارن برای بچه هاشون بفرستن که توی کانادا بتونن تحصیلاتی رو که توی ایران براشون اویلیبل نیست اینجا انجام بدن. اما مسلما یه بخش بسیار کوچکی هستن افرادی که دزدان و اختلاسگران جمهوری اسلامی هستن که میان اینجا، که اینها اگرچه تعدادشون کم هست اما قدرتشون بسیار زیاد هست، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ پشتوانه بزرگی که به جمهوری اسلامی و به خصوص به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دارن، جایی که به اینا خط میده، به اینا راهنمایی های فکری میده و اینا یه بخشی از اون دزدی ها، از اون اختلاس هایی که از ایران میکنن و به کانادا میارن و اینجا در اختیار کسانی قرار میدن که برای منافع جمهوری اسلامی توی کانادا دارن تلاش میکنن و دارن سعی میکنن که به یه شکلی سیاست‌های جمهوری اسلامی رو توی اینجا تشویق بکنن. این بخش قضیه است که چالش اصلی جامعه ایرانی، جامعه مدنی ایرانی در کانادا است. خب این بخشی که شما میگید به عنوان چالشی که وجود داره، آیا در خیلی ساده بخوایم بگیم آیا تقصیر اونهاست یا این عدم مسئولیت و مسئولیت نپذیرفتن و تلاش نکردن بخش بزرگی از جامعه ایرانی کانادایی هست که شاهد این وضعیت هست و کاری نمی کنه؟ در واقع هر دو طرف هست. یعنی از یه طرف ما می بینیم که این افرادی که یا مستقیما وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا دانسته و ندانسته دارن سیاست های جمهوری اسلامی رو توی کانادا به پیش می برن، افراد بسیار سازمان یافته و متشکلی هستن، قدرت مالی بسیار بالایی دارن. الان خودتون شاهد بودین که چندین بار
به دادگاه کشوندن، دادگاه های بسیار پرخرج، بسیار چیزی که از دست یک نفر دو نفر بر نمیاد، اون مخارج رو تأمین کردن برای افراد جامعه مدنی پیش آوردن و سنگ راه این افراد شدن توی اینجا. و از یه طرف دیگه که بخش مهمتر هست از مسئله مالی به نظر من، مسئله سازمان یافتگی این گروه هست. یعنی افرادی که من تردیدی ندارم که یکی دو نفر هستن که آدم های خیلی سازمان تعلیم دیده برای جنگ روانی که میان و به اینا خط میدن، به اینا میگن که چه کار بکنن و چه روش هایی رو پیش بگیرن برای اینکه جامعه مدنی رو به اصطلاح آهسته بکنن، حرکتش جلویش رو بگیرن و ترس بندازن تو جون مردم و از اون طرف دل سردی به وجود بیارن توی ذهن مردم توی خارج کشور، و این کاری هست که اونها میکنن. طرف دیگه قضیه هم اون بخشی هست که شما میگین، یعنی خود ما ایرانیانی که تعداد بسیار بسیار بزرگی از جامعه ایرانی رو تشکیل میدیم، ماهایی که با جمهوری اسلامی، با شرایطی که جمهوری اسلامی توی ایران فراهم کرده هممون مخالف هستیم، یه دمون خیلی راحت حرف میزنیم، خیلی راحت این مخالفت رو به زبون میاریم، یه بخش دیگه همون حالا به هر دلیل به قول معروف دست پناه چراغ میگیرن و نمیخوان اونجور علنی صحبت بکنن. ولی یه نکته ای رو که باید اینجا در نظر بگیریم و بهش دوست دارم تاکید بکنم اینه که یه دورانی دیگه گذشته، دوران سکوت، دوران ترس از جمهوری اسلامی. الان ببینید ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی الان دیگه چند سالی که حتی گروگانگیری هم نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه بکنه؟ به دلیل اون فشاری که ماها آوردیم. ماها منظورم این جامعه مدنی ایرانی خارج کشور هست که اینقدر افشاگری کردیم، اینقدر حرف زدیم، اینقدر صحبت کردیم که دیگه دولت‌های غربی متقاعد شدن که این کاری که توی جمهوری اسلامی میکنن افرادی مثل خانم نازنین زاغری یا کاووس سید امامی که کشته شد توی زندان و دیگرونی که اینا به گروگان میگیرن، فقط برای اینه که زهر چشم میگیرن از دولت‌های غربی، و دولت‌های غربی اگر زیر بار این، هر چقدر که بیشتر زیر بار این گروگانگیری برن، بیشتر خودشون ضرر میکنن. این یه کاری بود که یه مسئله بود که جامعه مدنی ایران، فعالین اجتماعی ایرانی در خارج از کشور با موفقیت به نتیجه رسوندن و شکل بهش دادن. الان دادگاه حمید نوری در سوئد موفقیت بسیار بزرگی است برای جامعه ایرانی، تا حدی که حتی مثلا میبینیم که رئیسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سفرهاش به غرب رو لغو میکنه از ترس این که مبادا وقتی که اینجا از هواپیما پیاده بشه دستگیر بشه و محاکمه بشه. اینا دستاوردهای بسیار بزرگی است برای جامعه ایرانی و اینا چیزایی هست که ما به دست آوردیم، جامعه مدنی ایران توی این سالها به دست آورده. خب این تصویری که شما دارین میدید، آیا این تصویر کاملا واقعی هستش که یه گروه بسیار بسیار محدودی هستن که اینها اینجا فعال هستن برای تبلیغ سیاست‌های جمهوری اسلامی که ما بهشون اصطلاح همسویان میگیم، وابستگان میگیم، به نوعی آقازاده‌ها میگیم، به نوعی کسایی که مستقیم و غیر مستقیم این کار میکنن، و یه بخش دیگری که مهاجران عادی هستن، اومدن زندگی بهتری داشته باشن اینجا، اومدن تحصیل بکنن و تا اونجایی هم که میتونن میخوان در این فعالیت‌های اجتماعی طبیعی که در این جامعه دموکراتیک وجود داره بخوان مشارکت بکنن. اما تو صحبتاتون اشاره به یک گروه دیگری هم کردید، اون گروه دیگه کیا هستن و اونها چه تأثیری در زندگی اجتماعی جامعه ایرانی کانادایی دارن؟ جمهوری اسلامی دو گروه رو مشخصا توی خارج کشور حمایت میکنه و
مثلا پشتشون هست و دوست داره که این دو گروه در جوامع خارج کشور قدرت بگیرن. یکیش همسویان جمهوری اسلامی هستن، کسانی که دانسته یا ندانسته، اینو من خیلی میخوام تاکید بکنم که همه کسانی که ما بهشون میگیم همسویان جمهوری اسلامی، آدمایی نیستن که به قول معروف حالا بگیم مزدور جمهوری اسلامی هستن یا پول میگیرن، نه اینجور نیست. به بخش بسیار کوچکشون هستن که اینها مستقیما وابسته به جمهوری اسلامی هستن، یعنی از مستقیم از جمهوری اسلامی دستور میگیرن. اما بخش بسیار بزرگتری از این افراد کسانی هستن که ناآگاهانه به دلایل مسائل دیگه، ناسیونالیسم حالا میتونیم اسمشو بذاریم، یا تفکرات مذهبی یا غیرت ایرانی یا چیزی، هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارین، دنبال اینا رفتن. این یه گروه هستن، گروه همسویان جمهوری اسلامی، کسانی که سیاست‌ها و منافع جمهوری اسلامی در خارج کشور و حالا در این مورد به خصوص توی کانادا به ویژه رو دنبال میکنن و به اصطلاح فشار میارن که اینا انجام بگیره. یک گروه دیگه هم هست که جمهوری اسلامی خیلی با دقت توی خارج کشور شکل داده، شکل گرفته و پنهانی حمایت میکنه و بهشون خط میده و اونا اپوزیسیون قلابی جمهوری اسلامی هستن، یعنی افرادی که به ظاهر شعارهای بسیار تند بر علیه جمهوری اسلامی میدن، حتی مثلا ناسزاهای خیلی رکیک به حالا خامنه ای و رئیسی و این و اون، حالا توی فیسبوک هست یا توی تظاهرات یا هر جای دیگه ناسزاهای رکیک میدن به این افراد و خیلی شعارهاشون خیلی خیلی تندتر از اون فعالین اجتماعی هست که سالیان سال در خارج کشور و به ویژه توی کانادا با جمهوری اسلامی مخالفت کردن. اما اون نقش اصلی که این اپوزیسیون قلابی جمهوری اسلامی در خارج کشور ایفا میکنه، تخریب شخصیت مخالفین واقعی جمهوری اسلامی است. یعنی اینکه الان خیلی شاهد هستیم که اینا توی فیسبوک، توی برنامه‌های اجتماعی که گذاشته میشه و همه جا، همیشه نقششون نقش تخریب است. نقش این است که برنامه‌ها رو به هم بزنن. الان ببینید مثلا توی بین خانواده جان باختگان شلیک سپاه پاسداران به اون هواپیمای مسافربری اختلاف انداختن، دو سه نفر رو جدا کردن از بقیه انجمن خانواده ها، تا جایی پیش بردن که حتی یکی از افراد خانواده جان باخته ها حتی توی یه پست فیسبوکی که دو سه ماه پیش گذاشته بود، حتی آدم ها رو میگفت که شماها باید اعدام بشین، کسانی که با من موافق نیستن باید اعدام بشن توی حکومت آینده. همینطور مثلا تخریبی که از شخصیت افراد میکنن، این گروه اپوزیسیون قلابی جمهوری اسلامی، اتفاقا اون سردمدارش مثلا میبینیم کسی هست که تا پیش از این که از ایران خارج بشه گرونترین هتل جمهوری اسلامی، هتلی که برای پذیرایی از مهمونهای خارجیش ترتیب داده رو این فرد ساخته بوده. همینطور رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی و ژاپن بوده تا قبل از اینکه بیاد خارج کشور، و بعد چندین ده میلیون دلار پولی رو که از طریق دلار راست شدن در برابر سرکوبگران مردم ایران به دست آورده رو ور می‌داره، میاد خارج کشور و اینجا یه دفعه تبدیل میشه به یه شخصی که بیشترین شعارهای تند رو میده و بیشترین تخریب رو بر علیه فعالین مخالفین جمهوری اسلامی میکنه. اون یکی کسی است که عکسایی که با پرچم حزب الله گرفته هنوز که هنوز توی اینترنت داره دست به دست میچرخه و خیلی ها اونا رو دیدن، و همین شخص الان کسی است که اینجا میاد و توهین های خیلی زشت میکنه به فعالینی که سالیان سال مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفت کردن. این دو گروه به خصوص، یکی همسویان جمهوری اسلامی و یکی اپوزیسیون قلابی جمهوری اسلامی،
این دو گروه به خصوص هر دو دروی یک سکه هستند. هر دو از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن، هر دو دارن منافع جمهوری اسلامی رو پیش میبرن و هر دو دارن بر علیه جامعه مدنی ایران ایرانی دارن فعالیت میکنن. این دوتا رو باید کنار گذاشت و بقیه افرادی هستن که افراد عادی مثل من و شما هستن که با جمهوری اسلامی به هر حال هر کس به یه شکلی مخالفت داره.